سلام و صد سلام دوستان خوبم، 8:33 منتظرم همه بیان. سلام لیلای عزیز، آقای عادل، سلام عزیزم، چقدر خوشحالم شما رو میبینم. دوستان میدونین که من علاوه بر موضوع اورولوژی به موضوع روزم بی تفاوت نیستم و سعی میکنم که مسائلی که سوالایی که در مورد اورولوژی در این زمینه البته هستش عزیزم امروز عمل کردین جای دیگه. اوکی سلام فشن لیدی عزیز، دخترمه عزیزم نادره جان، مرسی که هستی، تبریک میگم برای همه موفقیتات. خب دوستان سلام، ایران مرسی از همیشه از لطفات و ساپورتت. ببینید دوستان این روزا خب اتفاقی که افتاده، سوالی که از من میپرسن راجع به ترانس سکشوال یا ترانسجندر بودنه و اینکه به عنوان متخصص اورولوژی کلن با قول مریضان من یک کسی هستم که بی تفاوت نیستم، سعی میکنم سوالای جمع رو جواب بدم و مسئولیت حس میکنم در قبال مشکلاتی که بیمارا و سوالایی که بیماران و دوستای عزیزم و فالوورای عزیز دارن. خب این روزا دوستان یکی از هنرپیشه های عزیز این سرزمین و ایران عزیزمون به اسم خانم شهره لرستانی اعلام کردن تغییر جنسیتشون رو و اسمشون رو به مازیار لرستانی و این مسئله باعث شد که خیلی از من سوال بپرسن که اصلا توی دایرکتامون خیلی سوال داشتیم وقتی من پست گذاشتم که اصلا ترانسکس چیه؟ آیا ظاهرش فرقی داشته؟ از بچگی فرق داشته؟ برای همین دوستان من خواهش میکنم که امروز من یه سری مبحث های و تقسیم بندی علمی مشکلات جنسی رو به شکل هویت جنسی و مشکلات و اختلالات و انواع رفتارهای جنسی رو توضیح میدم که دوستان بدونن. اولا که دوستان در ایران بین کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه و همتون کویت و دبی، چون کویت کار کردم میدونم، عراق رو نمیدونم ولی فکر کنم اونجا هم همینطوره، ولی این بر افغانستان، پاکستان، پای کشورهای خلیج، عراق رو نمیدونم و همینطور تو کشورهای اطراف که مسلمانم به جز آذربایجان، عمل ترانسکچوال و تغییر جنسیت ممنوعه. خب و من خوشحالم در کشوری زندگی میکنم با وجود این که در واقع سری محدودیت ها ما داریم، ولی امکان این که یک فردی بتونه اعلام کنه از هویت جنسیش و تغییر بده وجود داره. خب دوستان ببینین ما یک کلمه داریم به اسم، اولا که تاریخچش کهیه، تاریخچش اول بار تو دانمارک بوده. خب اولین جراحی 1929، خب اولین جراحی که برای تغییر جنسیت ایجاد شده، یعنی یک آقایی بوده که دوست داشته خانوم باشه، یعنی خب تغییر جنسیت انجام شده. بریم سراغ این که اصلا مشکل تغییر جنسیتی و ترانسجندر چیه. خب ببینین دوستان این که یکی هتروسکچواله، توضیح میدم، خوب دقت کنین لطفا، یه چند دقیقه با من باشین بس سوالا رو من جواب میدم، چون اگه الان سوال کنین من حواسم پرت میشه. ببینیم ما یک تمایلات جنسی داریم به شکل هتروسکچوالیتی، هموسکچوالیتی، بایسکچوالیتی، یعنی فرد طرفدار اینه که و تمایل داره به رابطه با جنس مخالفش که نرماله، همه آقایون باید با خانوم‌ها و خانوم‌ها با آقایون ارتباط داشته باشن. یک اختلال یا رفتار جنسیه که به
همسکچوال میگن، یعنی به هم جنس خودش تمایل داره، و یک سری هم هستن که به هر دو جنس تمایل دارن. خب اینو اینجا داشته باشین دوستان. ترانسکچوالیتی این نیست که در واقع فردی که مثلا زنه میخواد با زن ارتباطش روش، این کاملا مسئله جداییه. ترانس به کسی میگن که یک بچه به دنیا میاد در قالب پسر، یا یک بچه میاد در قالب دختر، ولی درون اون پسر و روح اون پسر و تمایلاتش خب پسر نیست، دختره. اغلب این از همون بچگی مشخص میشه، یا در سن بلوغ مشخص میشه، یا اینکه ممکنه که در سنین بزرگتر. همه اینا رو داریم. چرا این اتفاق میفته؟ خب ما برمیگردیم، من خیلی علمی دارم توضیح میدم، من خواهشم اینه که دقت کنید، چون ممکنه پدر و مادرهایی دارن گوش میکنن که بچه دارن و نگرانن که بچهشون ترنس باشه یا نباشه. خب ببینید، وقتی بچه به دنیا میاد یک کروموزوم داره که XX دختره یا XY پسره. خب XY که پسر، خب ظاهر پسرونه داره، اندام تناسلی پسرونه داره، و دختر اندام تناسلی و ظاهر دخترونه داره، کروموزومش هم XXه. این وسط یک اختلالات کروموزومی متعددی ما داریم که خیلی هم من مریض دارم. توی تجربه 10 سالم مریض های زیادی بودن که حالا بچه ها پدر و مادر ها آوردن به خاطر مشکل ادراری، اصلا به خاطر شب ادراری. خب ولی وقتی من معاینه کردم یا سونوگرافی کردم، دیدم ظاهر تناسلی این بچه دختره، ولی دختر نرمال نیست، ممکنه کلیتوریس بزرگی داشته باشه، ظاهر متفاوتی داره، نه پسره نه دختره. که اینا رو ما وقتی ما سونوگرافی میکنیم میبینیم که ممکنه هم رحم داشته باشه، هم بیزه داشته باشه، هم تخمدان باشه، هم بیزه باشه، که اینا رو ما میگیم آمبیگوس جنیتالیا یا اندام تناسلی مبهم. که اختلالات کروموزومی زیاد، اختلالات غددی زیاد، یعنی ممکنه فرد هم هورموناش به هم خورده باشه، هم در واقع اختلال غده فوق کلیه، اختلال هورمون‌های جنسی باعث شده در دوران جنینی این پسر کاملا پسر نباشه، ترکیبی باشه، یا نه فقط مثلا بیزه داره ظاهرش دخترونه است، یا مثلا در دختر ممکنه که اصلا ظاهرش دخترونه نیست ولی رحم داره، یه بیزه داره. اینا انواع اقسام اختلالات کروموزومیه که ما بهش میگیم اختلالات جنسی مبهم یا امبیگوس جنیتالیا. که ما میریم اول تست کروموزوم میدیم. من اینجا مریضی داشتم، یه دختری که، خوب دقت کنین دوستان، ممکنه توی خانواده شما هم چیزی باشه، پدر مادر عزیز، یه دختری که کرولال بود، ناشنوا بود، از استان خراسان، شاید از فالوورهای منم باشه. این بچه دختر 14 ساله، مادرش آورد گفت پریود نشده تا حالا. یه دختر قد بلند، هیکلی، قهرمان دو کشوری، دو استان بود فکر کنم ورزش تو، و خیلی از ورزش ها مقام داشت. گفت پریود نشده و ادرارش هم مشکل داره. من اومدم معاینه کردم، دیدم این اصلا دختر نیست، پسرم نیست، یعنی یک اندام تناسلی پیچیده داشت، هم شبیه پسر بود هم شبیه دختر بود. وقتی سونوگرافی کردم خودم هیچ رحمی ندیدم. خب فرستادیم تست کروموزوم داد، دیدیم ایکس ایگرگه، یعنی پسر بود ولی آلت تناسلی نداشت. خب بیزه داشت، یه دونه بیزه داشت، رحم هم نداشت. خب یک اختلالی بود، یک سندرومی بود که ناشنوا هم بود، و چون که ایکس ایگرگ بود در جمعیت دخترها مقام آورده بود، چون پسر بود در واقع، چادری هم بود. که وقتی من به مادرش گفتم عزیزم این پسره، خب یه بیزه هم داره، و مادرش میگفت نه من میخوام این عروسی کنه بچه دار بشه، که گفتیم هیچ وقت بچه دار نمیشه چون رحم نداره. دیگه پیش من نیومدن، نمیدونم تصمیم گرفتن تغییر جنسیت بدن، یعنی اعلام کنن که این پسره یا نه. میگم مال تهران نبودن، از اطراف استان فکر کنم خراسان شمالی بودن،
ولی خب گفت تو روستای ما همه اینو دختر میشناسن تا 14 سالگی و هیچ دکتری از بچگی مشکل ادراری اینو بررسی کرده و معاینش نکرده بود، چون اگر پزشک اطفالم معاینه کنه متوجه میشه، برای همین چکاپ های اورولوژی خیلی مهمه. خب پس دوستان، ما یه سری تمایلات جنسی داریم که فرد ممکنه به هم جنسش علاقه داشته باشه که میگیم هموسکسواله، یا به هر دو جنس که میگیم بایسکسوال، اون جداست. پس یه دسته اونه. یه دسته بچه هایی که به دنیا میان که اختلال کروموزومی و اختلال ظاهر جنسی دارن، که اینا پدر مادر عزیز حتما بچه هاتون رو بفرمایین که چکاپ اورولوژی بشه، دکترش معاینه کنه که از همون بچگی متوجه بشین. خب این هم یه سری اختلالات پزشکی و فیزیکی و کروموزومیه. اوکی، حالا دسته سوم چیه؟ ترانسکسوالتی یا ترانسجندر، که گفتم اولین بار توی دانمارک 1929 یه نفر تغییر جنسیت داد. اینا کیان؟ اینا در واقع یک خانومیه، مثلا یک دختر بچه به دنیا میاد، همون ایکس ایکسه، یعنی واقعا دختر به دنیا آمده، یه پسریه که ایکس ایگرگه، ولی تمایلاتش، روحیش اصلا در اون قالب نیست. پدر و مادرهایی که خیلی دلایل داره، برای هم میگن که هر جنسی به دنیا میاد لباس اونو بپوشونین، مثل در واقع پدر و مادر محیط با جنسیتش در واقع بچه رو بزرگ کنه، اگه پسر لباس پسرونه، دختر لباس دخترونه، ولی فقط این نیست. خب یعنی فقط محیط نیست، تربیت پدر مادر نیست که جنسیت رو ممکنه تغییر بده. خیلی وقتا خود فرد اون روحیه جنس واقعیش رو نداره. من اینجوری بگم، یعنی انگار یک دختریه بزرگ شده، مثلا حالا شده 20 ساله در سن بالا بگم، ولی درونش یه پسره، یه پسر 20 سال است. دوستان میخوام بحث رو الان باز کنم که این ترانسکس یا ترانسجندر چه زندگیایی دارن. علتش رو واردش نمیشیم، چون علتهای رفتاری داره، علتهای هورمونی داره، علتهای محیطی داره، حتی تغذیه‌ای داره، محیط رشد مهمه. خب ولی من میخوام وارد علت ترانسکس نشم، ببینیم که ترانس ها کیان. ما باید توی جامعه بدونیم و چجوری رفتار کنیم، چون نگاه های بد دارن به ترانس، انگار که گناه کردن. خب ولی دوستان فکرشو بکنین، بانوی گرامی این سرزمین خانم شهره لرستانی عزیز که من سلام میکنم از همینجا بهش، در 56 سالگی تصمیم گرفت هویت واقعیش رو آشکار بکنه. این افراد، من در مورد ایشون نمیگم، این افراد دوستان یک بدنی هن در یک قالب غلط. خب چه اتفاقی برای ترنس ها میفته دوستان؟ این افراد مثلا یک خانم داره لباس زنانه میپوشه، باید بره تو محیط زنانه، اندام زنانه داره، باید موهاشو مثل یک خانم درست کنه، تمام اینا برای یک فرد ترنس شکنجه است، زجره. خیلی از افراد ترنس حاضر نیستن تو آینه خودشون رو نگاه کنن، چون خودشون رو درونشون با اون قالبشون متفاوته. من به خاطر اینکه متخصص اورولوژیم و دوره‌ای که من تو آلمان گذروندم در یک مرکزی بود که اینا پروفسور استاد من توی مونیخ یکی از بهترین استادای ترانسکس بود. خب و من میدیدم حتی خانومی که در ظاهر خانوم بود و ولی در باطن تمایلات و در واقع تمام رفتارهای یک مرد رو داشت، اصلا خانوم بود. همین الان تو جامعه، تو خانواده هم میبینیم، تو دوستا میبینیم که یه خانومیه که مثل آقایون دستشو میذاره تو جیبش، یا مثل آقایون راه میره، یا مثل آقایون حرف میزنه. خب اینجور افراد رو توی آلمان یک سال تمام مشاوره روانشناسی میبردن، یعنی باید میرفتن که ببینن آیا واقعا درونی اینا ترنسن یا نه. ممکنه که خب بعضی از آقایون روحیای لطیف دارن، بعضی از خانما روحیای خشن دارن. خب اینا فرق میکنه با ترنس. ترنس کسیه که به هیچ وجه غالبه، خودش رو نمیپسنده.
نمیپذیره، نمیپسنده، نمیپذیره. خیلی وقتا اینا آینه های خودشون رو میپوشونن چون نمیخوان با ظاهرشون مواجه شن، چون وقتی ظاهر خانمانش رو میبینه خوشش نمیاد. البته اینا اغلب موهاشون رو، مثلا خانمی که هویت درونیش مرده، موهاشون رو کوتاه میکنن، لباس مردونه میپوشن، کاپشن میپوشن، سینه هاشون رو میبندن که برجستگی سینه معلوم نشه، چون متنفرن از اینکه برجستگی اندام زنانه رو داشته باشن. خب و بل حالت مردونه دارن. و مردهایی که دوست دارن، یعنی ظاهرشون مرده ولی درونشون زنه، فیلم فکر کنم دنیش دختر زن دانمارکی رو دیده باشین، که یک آقای عاشق حریره، عاشق توره، عاشق گله، حالا من اسم دوستایی که فیلم رو دیدم میتونم بنویسن اسمشون رو من دقیق درست بگم. این مرد همسرم داره خب، ولی عاشق لباسهای زنونه است، عاشق رنگ و نور و حریر و رنگهای زنونه است. خب این مردا خیلی زجر میکشن و بسیارم مهربونن، یعنی ترنس ها آدمایی هن که زجر میکشن از هویت خودشون و خیلی آدمای مهربونی هن. خب در اون قالب خودشون در واقع ناراحت هم، ولی بسیار عشق و علاقه به بیرون میدن، چون به خودشون هم نمیتونن خیلی عشق بدن تا زمانی که آگاه بشن. و خیلی از مریض هایی که ما داریم متوجه نیستن که ترنس هم، متاسفانه آموزش اونقدر نیست، چون ترنس شده یک گناه The Danish Girl. مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای مهندس. خیلی وقتا اینا نمیدونن مشکل از کجاست، همسر دارن. خب من اینجا توضیح بدم که این افراد ترنس ممکنه هموسکچوال باشن، ممکنه هتروسکچوال باشن، ممکنه بایسکچوال باشن. یک فرد عادی اصلا رفتی به تمایلات جنسیش نداره. خب یک آدم ترنس ممکنه طرف، یعنی تمایلات به جنس موافقش داشته باشه یا به جنس مخالفش. اون مسئله چشم جراحیش هم آقای فراهانی میگن، خانم فراهانی ببخشید یه مقدار توضیح میدم، اون مهم نیست. مهم اینه که آدم ترنس رو تو جامعه بایدش احترام گذاشت، باید پزشکا درکشون بکنن، باید پزشکا ببینن. من مریض داشتم، شاید الان جز فالوورای من هست، امیدوارم باشه اینجا، مهراد، مهراد عزیز اگه هستی بنویس. من فکر کنم 8-9 سال پیش یه خانمی اومد، دخترش رو آورد پیش من، مشکل ادراری داشت. خب و وقتی مشکل ادراریش رو بررسی کردیم، خب من دیدم که این دختر اصلا مثل پسر هاست، چلواجی میپوشه، مانتوی کوتاه، موی کوتاهی کوتاه. به مامانش گفتم ببین، مامانش هم کارمند بود، گفتم که چیز بود، سینگل مادر بود، پدر نداشت دختر. گفتم عزیزم من فکر کنم دختر تو ترنس باشه. گفت واقعی خیلی سنش کمه، 11 سالش اینا. گفتم اوکی، ولی آگاه باش، حتما مشاور روانشناسی ببر، روانکاوی ببر. به نظر من این دختر ترنسه و در یعنی درونش پسره. خب البته آزمایش کروموزوم اینا لازم نداشت، به خاطر اینکه خب مشخصا رحم داشت، تخمدان داشت، دختر بود، ولی رفتاراش کاملا پسرونه بود. که این پسر از 14-15 سالگی دیگه مشاوره روانشناسیش اوکی شد، الان فکر کنم پس بزرگتر بوده، الان فکر کنم 18 سالشه که تغییر، یا 19 سالشه که تغییر جنسیت دادن این دختر. و اسمش هم، چون من اولین کسی بودم که تشخیص روش گذاشتم، اسمش رو این دختر که اسمش ستاره بود گذاشت مهراد. و امیدوارم الان توی اگر که جز در واقع الان گوش کنه ما رو، خیلی خوشحال میشم که ببینمش. خب عزیزانم، پس کسایی که ترنس هستن با اون امبیگوس جنیتالیا، یعنی اینکه کروموزوماشون قاطی باشه یا هم رحم داشته باشه هم بیضه، فرق دارن. اونا جز اختلالات کروموزومی هم، اختلالات جسمی و فیزیکی هم. افرادی که ترنس هستن پس یادمون باشه یک آدم نرمالیه در یک قالب یا در یک بدن غلط، یعنی یک زن در قالب مرد
یا یک مرد در قالب یک زن، اینا بسیار قابل احترامن. این باید کمکشون کنیم که تست مشاوره های روانشناسی روانکاوی بشن، خب، و اینکه در واقع سوقشون بدیم به این سمت که هویتشون رو قبول کنن، نه تنها خودشون بلکه خانواده هاشون و خانواده و جامعه. من مریضی دارم، من مثال مریضامو میزنم که مریضای اینیه، من مریض دارم که آغاز همسر داره، بچه داره، ولی بسیار مرد مهربانیه، ولی در قالب مرد بودنش خوشحال نیست، درونش یک زنه، و چون همسر داره، دوستان دقت کنین، و بچه داره، به عنوان پدر خانواده خیلی سختشه که در واقع تغییر جنسیت رو بده یا بپذیره. برای همین خیلی میترسه از طرد شدن تو محیط کارش. یه پدر مسئول، حالا دیگه یه جایی مشغول، نمیگم که حالا براش چیز نشه، یک اداره خیلی معروفی کار میکنه، بسیار آدم باهوشیه، ولی جامعه ما هنوز نمیدونه ترنس چیه. فکر میکنه ترنس یعنی اختلال جنسی خیلی بد، یا یه آدمی که حالا دچار هرج و مرج جنسی شده، یا اینکه مثلا حالا خوشی زده زیر دلش. نه، اینجوری نیست، اینا زجر میکشن، اینا تمام مدت تا به خود واقعیشون تبدیل بشن زجر میکشن. خب اینقدر آگاهی کمه. دوستان، همکارای اورولوژیست من اگر که توی جزء در واقع مستمعین ما هستن میتونن تایید کنن، ما مریض هایی داریم که تو اورژانس میان با خونریزی، حالت خیلی بد، امرجنسی، آلت تناسلی خودشون رو قطع میکنن. چرا اینقدر؟ و خودشون نمیدونن ترنسن، جامعه هم نمیدونه، ممکنه اون پزشکم ندونه. ببینین، این افراد از هویت ظاهری خودشون بسیار عذاب میکشن، چون دوست ندارن، چون یک زن درون اون مرد، و اصلا قالب ریش و سیبیل و نمیدونم موهای پرپشت و آلت تناسلی رو نمیتونه بپذیره، و اونا رو در واقع میخواد هی ریجکت کنه. هویت ظاهر، هویت درونی رو نمیگم، فیزیکش و بدنش رو میخواد ریجکت کنه، با اونا بده، برای همین تو آینه نگاه نمیکنه. و بالعکس، یه خانومی که اگه یه خانمی که ظاهرش خانم درونش یه مرده، بعدش میاد موهاش بلند باشه مثلا، مثل من، یا موهاشو رنگ کنه، اینا اغلب موهای کوتاه دارن، از برجستگی سینه‌شون که همه ببینن خیلی بعدشون میاد. افراد ترنس خانم اغلب سینه‌هاشون رو میبندن با فشار، با یه پارچه محکم، که برجستگی نداشته باشن. اینو من شاید بگم ماهی یک دو تا مریض اینجوری داریم. خب توی جامعه ما خیلی جا داره که به اینا کمک بشه، مشاوره بشه، چون بدون مشاوره وارد جراحی ها نمیشن. دوستان، اولا که واقعا تو جمهوری اسلامی فکر کنم اولین کسی که از امام خمینی اجازه گرفته بود تغییر جنسیت رو، فکر کنم اسمش دریادار بود، سرچ کنی فکر کنم خانم دریانی آقایی بوده که من زنگ میخوره مکرر، من به بچه ها بگم ببخشید دکتر مولوی تون تون زنگ میزن بعد. خب این جمهوری اسلامی اجازه رو داد، از خود آقای خمینی هم اجازه گرفت که عوض بکنه، در واقع تغییر جنسیت داد، و اینکه خوشبختانه این عملی هست. حکم شرعی میخواد، خب حکم شرعی میخواد که آیت الله ها میدن، خب، و بعد از اون دیگه مشاوره روانشناسی، بعد جراحی هاشون. خب جراحی هاشون به این شکله که اگر خانم باشه، یعنی ظاهرش خانم باشه، خب، و بخواد تغییر جنسیت به سمت مرد بره، اول اینا خیلی مشکل دارن، ظاهرشون، سینه هاش برداشته میشه،
سینه ها رو کامل بر میدارن یا تخلیه سینه میکنن، بهشون کم کم هورمون میدن که موهاشون یه مقدار بیشتر شه، هورمون مردونه میدن، بعد سراغ رحم برداشتن میرن، یعنی رحمشون رو هیسترکتومی میکنن. خب میدونین که دیگه در خلقت خداوند نمیشه به اینا بیضه اضافه کرد، یا اگر یک آقایی میخواد خانم بشه بهش رحم اضافه کرد. در مراحل بعدی پیوند آلت تناسلی میشه که فلپ میذارن، پروتز میذارن برای اینا، که میشه میشه فیمیل تو میل، حتما میدونین دیگه، فیمیل تو میل FTM میشه. و اگر مردی که میخواد زن بشه بهش هورمون زنانه میدن، موها صداش نازکتر میشه، خیلی رو صداشون اینا در واقع چیز دارن، مسئله دارن، چون صدای زن دیرتر در واقع نازکتر میشه تو آقایونی که میخوان میل تو فیمیل باشن، و اینکه هورمون زنانه میدن که پوستشون بهتر بشه، حتی لیزر رو اینا میکنن، میزان پرمویشون بهتر بشه، و خب آلت تناسلی مرد رو کاملا بر میدارن، از اسکروتوم یا کیسه بیضه ها براش لبیا درست میکنن، واژن درست میکنن، و یعنی اینا قابلیت ارتباط جنسی رو دارن ولی قابلیت بچه دار شدن رو مثل یک فرد عادی ندارن. ولی دوستان ترانس این نیست حتما باید عمل کنه. وقتی هویت مثلا مرد ظاهرش ولی میخواد زن بشه، ممکنه که اصلا عملی جراحی هم انجام نده کامل، ولی هویتش رو اعلام بکنه، بره شناسنامه، اسمش رو عوض کنه، حتی با همینا حالشون بهتر میشه. من توی مونیخ اتفاقا سر عمل با پروفسورم بودم، پروفسور در واقع برنارد لیدل، حالا سرچ کنین، خیلی ها در واقع خیلی ها تو لیست نوبت ایشونن، چون یکی از بهترین ها بوده. خواهش میکنم آقای دکتر جان. و ایشون اصلا نمیخواست، یعنی خانومی بود که ظاهرش خانوم بود ولی درونش یه آقا بود، اینجوری بگم که ترنس دیگه جا بیفته بر همه دوستای عزیزم. و این آدم اصلا نمیخواست، که میگم اصلا برای سکس نمیخوام انجام بدم ولی دلم میخواد مثل یک آقا بتونم ایستاده ادرار کنم. ببینید چقدر مهمه که یک فرد اینقدر با ظاهر و فیزیک خودش مشکل داره و میخواد، چون درونش یک مرده که دلش میخواست مثل یک مرد ادرار کنه، میگفت اصلا بعدا سکس و اینا بعد مراحل بعدی. و استادم یادم میگفت که خب اولا جراحی فقط مجرای ادرار رو انجام میده که این بتونه ادرار کنه اونجوری که میخواد، و بعد بریم سراغ پروتز آلت و اینا. دوستان مسئله جنسی چیزی نیست که گناه باشه، اختلال جنسی گناه نیست، نیرو و غریزه جنسی رو خداوند گذاشته در همه، و این هم به عنوان مشاور در واقع متخصص اورولوژی وظیفه خودم میدونم آگاه کنم، چون مریضی دارم، آقایی که ظاهرش آقاست درونش یک خانومه، و این به خاطر طرد شدن، به خاطر اینکه تو جامعه همه میگن اه اه این ترنسه، که فکر میکنن دچار هرج و مرج جنسی شده، بعد نگاش میکنن ممکنه شغلش رو از دست بده، ممکنه نگاه های خیلی بدی داشته باشه، اتفاق بیفته براش، در واقع این کار انجام نمیده و داره زجر میکشه. یک بار تو آینه خودشو با لذت نمیتونه نگاه کنه که بگه من یک مردم، چون درونش زن دوست نداره، از ریش و سیبیل و ظاهر مردونه بسیار اینا بدش میاد. همطور که یک زن میخواد مرد بشه، از ظاهر زنونش، از موی بلندش، از نمیدونم اندام زنونش بدش میاد. خب ما باید به عنوان یک فرد آگاه، که من همیشه به عنوان یک پزشک خانم میگم زنان این جامعه باید آگاه باشن، خب باید بپذیریم، تفاوتها رو بپذیریم دوستان، و درک کنیم که فردی که ترنسه در اون قالب خودش چقدر زجر میکشه. من مریضی دارم تمام آینه های خونش رو پوشونده، تو آینه نمیتونه نگاه کنه خودشو، جای آینه خودشو ببینه حالش بد میشه، چون از قالب و فیزیک خودش بدش میاد، چون خودش نیست، چون ظاهرش زنه ولی درونش مرده.
بیایید که تفاوت‌ها رو بپذیریم، احترام بذاریم. همه درونشون روح الهی دارن، همه جوهر الهی داریم، با هر تمایلاتی که هست همه انسان هستن، و احترام بذاریم. و من به عنوان یک پزشک خانوم به هنرمند عزیز این سرزمین خودم براوو میگم، گرچه در 56 سالگی، ولی براوو آقای مازیار لرستانی که تونستی هویت رو اعلام کنی. و امیدوارم کسایی که این دنیا کوتاهه، باید از اون ورژن بهترین خودمون رو داشته باشیم. چه بسا آدم‌های ترنس که دارن زجر میکشن و اگه هویتشون رو آشکار بکنن خیلی موفق‌تر و پویاتر باشن. و افتخار میکنم که در ایران زندگی میکنم که اولین در واقع عمل ترانسکس در همین جمهوری اسلامی انجام شده و اجازه در واقع مراجع هم داریم. در کشورهای اطراف افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج هیچ کس این اجازه رو نمیده. اگر سوالی هست حالا من 2-3 دقیقه جواب میدم، در غیر این صورت خدافظی میکنم. دوستانی که سوالای غیر از موضوع امروز داشتن تو دایرکت بپرسن که جواب بدن دوستان. و فکر کنم سوالی راجع به ترنس نبود. امیدوارم که افراد با هویت‌های جنسی مختلف و گوناگون رو بپذیریم و به همه احترام بذاریم. شبتون بخیر، دوستتون دارم.